سلام و درود خدا بر شما و امیدوارم که تندرست باشید وجود نازنین آقا جواد الامی می دیدار دو برادر حالا برادر دینی و یا برادر نسبی باعث صفا و آرامش و نورانیت قلب خواهد شد هرچند مدتش کوتاه باشد یک بار دیگه ولادت پرخیر و برکت آقا جواد رو به منظر شما تبریک و تهنیت ارز میکنم یک تبریک دیگه هم باید من خدمت شما اعلام بدارم و بریم خدمت جناب آقای حکیم رضوی قومی اون هم سال ولادت شش ماهه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به نقل و تحقیقی یا حالا یادواره اگر خیلی برای اونا که حساسن آقا کجای تاریخ اومده و اینا یادواری برای این آقای پر خیر و برکت بعد خوبی و زیباییش در اینه که دو بابل هوایج چون آقا جواد الله امرو هم به بابل هوایج میشناسن و از کنی های حضرتش بابل هوایج هست امیدوارم به برکت این دو بزرگوار هوایج شرعی اخروی و دنیاوی تک تک شما بینندگان عزیز برابرده به خیر بشود انشالله آجا سلام نرکست سلام از, از عدالله ایامکم ایام خیلی خوش آمدیم ایام. سلامت باشیم اعوذ بالله من شیطان رزیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تبریک خدمت ساعت مقدس آقا امام زمان و بینندگان عزیز به مناسبت ایام میلاد آقای امام جواد علیه السلام امروز حالا خیلی از دوستان میگفتن که جاش بود هدیه هر هرز امام جواد و اینجا توی ولادت امام جواد میدادید حالتی یه هدیه یه ما برای دوستان گذاشتیم که حالا عزیزانی که با ما در ارتباط هستن اعلام کردیم بهشون هم که نیستن اگه بتونن تا قبل از دوازه امشب با ما ارتباط بگیرن شاید شامل حالشون بشه لا نمیدین نه خب حالا اونجا به هر کسی اعلام می‌کنیم الان میگن دوباره خب من ارتباط می‌گیرم آره یه چیزی گفتن یه چیزی شد <تصفح> نوچه‌ای که می‌خواستم امروز عرض بکنم حالا بجز اون مباحث خودمون که داشتیم در مورد فیزیوپاتولوژی بود داشتیم صحبت می‌کردیم بله و اسباب و علل بود قبل از که وارد بحث بشیم من یادم یکی از جلساتمون گفتم در مورد روایت وجود مقدس حرز امام جواد علیه السلام که جریان از چه قرار بوده و چه اتفاق افتاده یه صحبتی میکنیم که یه اشارهی بکنم چون جلسات ما مبارک آره، قشنگ ده. حالا افتاده به روز میلاد آقای امام جواد علیه السلام مناسبت داره ارز بشه بله میفهم در روایت خب حالا هرز ما و جواد خیلی از عزیزان از میشناسن دیدن گذشته خب بین شیعیان خیلی مرسوم بود خیلی مرسوم تر از الان بود تا جایی که بعضی از علمای قدیم من شنیدم وقتی که میخواستن مثال بزنن به اینکه دو رفیق خیلی با هم خوب هستن و همیشه در کنار همن میگفتن این دوتا هرز جواد همن ام. یعنی جوری که چسبیدن به هم و از هم جدا نمیشن چون حرز امام جواد علیه السلام خب به بازوی طرف بسته شده جدا نمیشه یه همچین حالی داره رضا اصلا مثال میزنه اینقدر عرف بود بین مردم و همه میشناختن خب متاسفانه یه مقداری کمرنگ شده الان و مردم شناخت خیلی نسبت بهش ندارن در مورد روایتش روایتش از حکیمه امه امام اسکری که بزنید. علیه السلام این بزرگوار نقل میکنه از همسر امام جواد اون همسرشون که دختر معمون بود لعنت الله علیه خب میگه یه روزی اومد پیش من به من گفتش که من نشسته بودم توی خونه و یه زن جوانی وارد شد وارد شد اومد پیش من به من گفتش که من همسر جواد العیمن. و منم غیرت زنانگیم خب خودش همسر امام جواد غیرت زنانگیم برانگیخت چیزی که برای زن بده در روایت هم داریم غیرت برای مرد خوبه برای زن بده گفت من یه جورایی غیرتی شدم نسبت به اینکه این زن زن همسر منه رفتم به سایت امام جواد پیش پدرم اون لحظه ای که وارد شدم نمیدونستم پدرم مست بود مهمون مست بود و منم اعتراضم رو گفتم گفتم بابا شوهرم رفته زن گرفته به فریادم برست کاری برام بکن تا اینو گفتم پدرم هم مص بود به غلامش گفت شمشیر منو بیار شمشیر و وردوش اومد رفت تو اتاقی که امام جواد علیه السلام زندگی میکرد گفت منو غلام دیدیم که با شمشیر وجود مادسه حضرت رو به شهادت رسون از اتاق اومد بیرون ما هم از ترسمون دیگه هیچی نگفتیم رفتیم فردا صبحش اومدم خیلی پریشان احوال اومدم پیش پدرم گفتم با فمیلی دیشب چه کردی؟ گفت نه چه کردم گفتم ابن رضا رو کشتی گفت تا اینو بهش گفتم دست و پاش شروع شد گفت من کشتم گواره اینها این غلام شمشیر رو ازش گرفتی رفتی کشتیش غلام رو برد گفتش که من ابن رضا رو کشتم گواره دیشب آقا خودت گفتی شمشیر بود گفت خاک الان به سرمون شد الان میگن اینا میخواستن فرزند آقا امام رضا رو بکشن و جواد الائمه رو کشتن حکومت به هم میریزه یه فکری بکنید یه جوری بالاخره درست کنیم قضیه رو غلام فرستاد گفت برو ببین اوضا چه خبره برای تشییع جنازه آماده بشیم یه کاری بکنیم یه جوری که تقصیر ما نیفته بالاخره اوزاد درست بشه گفت وقتی که <تصفح> اومدیم و رفتیم غلام برگشت گفتش که ابن رضا سالم گوشه خونه نشسته داشت عبادت میکرد گفت مگه شما نگفتید من دیشب با شمشیر قطع قطعش کردم گفتن آقا اون که ما دیدیم این بود ولی اون چیزی که اتفاق افتاده اون نیست حتی منم برای اینکه مطمئن بشم آقا سالمه بهش گفتم آقا میشه لباس تو به من هدیه بدی کفنم کنم حضرت همونجا لباسش رو در آورد من بدن متحر آقا رو دیدم گوشه خراش رو بدنش نبود الله گفت لباس هم اینهان از آقا گرفتم و بردم گفت پاشید بریم معمون اومد خدمت آقا امام جواد علیه السلام آقا بهش گفتش که شبا از منزل بیرون نرو گفت چرا؟ گفت برات خطر داره گفت چی شده؟ خودت میدونی من چه کردم دیشب درسته من خودم عقل تو سرم نبود ولی من یه کاری کردم که شما آگاهی بهش الان اون چیزی که اونا دیدن و این چیزی که هست سرش و هم سنخیتی نکنه حضرت فرمود که من چیزی و هرزی به بازوی خودم دارم که منو از شر تمام بدی ها حفظ میکنم. و اگر با سپاه ترک و روم که حالا اون موقع قوی سپاه ها قوی بودن کسی رو به رو بشه و این هرز با خودش داشته باشه گزندی ازشون نمی‌بینه و پیروز میشه معمون گفت میشه برای منم بنویسید این چیزی که آقا نوشتند و در تاریخ و در روایات ما هست و دستور لملش رو فرمودن و دادن همین هرزه که الان معروف هرز آقا امام جواد جا. علیه هرزه کبیر هرزه کبیر بله که ازت فرمودن برید برام پوست آهو بیارید میکنید اینطور روایت شده یعنی دستور العمل نوشتنش اینجور به دست آمار که حضرت میخواستن بنویسن کارهایی که کردن ما به تقلید از حضرت همون کارا رو میکنیم حضرت فرمود برید پوست آهو بیارید آوردن حضرت نوشتن فهموندن برید بذاریدش تویت که نقره و بگید روی نقره رو این دعا رو بنویسن که به اشتباه خیلی دعا رو توی هرز می نویسن در صورتی که هست عین روایت باید روی نقره نوشته بشه برم دارن توی یه دونه قوطی نقره میذارن مثلا میگن حضرت فرموده تو نقره بذارید در صورتی که این نیست رو نقره عکس اکس گل و بلبل و درخت و این چیزها میکشن مثلا برای زیباییش در حقیقت اون روی نقره باید دعا نوشته بشه و از اون طرف حضرت هم فرمودن به معمون بگید این نماز را بخواند و به دست کند بدون نماز باز،, باز... یه مشکلی که وجود داره خیلی ها نمازشو نمیخونن خیلی ها نمازشو میگن آقا نمیشه که بر ما بخونه نمیشه خودتون بخونید خیلی هم هستن میگن آقا ما این هرز جواد نماز خوانده شده است عجب هست <تص> خیلی من دیدم متاسفانه در صورتی که حقیقت امر اینه که نماز رو باید صاحب هرز بخونه کسی که قرار حاملش باشه می در مورد هرز وجود مقدس امام جواد علیه السلام که بیش از 80 90 تا خاصیت داره که از خود روایت و در خود دعا هست هم از دفن جن و دفع تلسم و دفع چی زخم و برای رزق و روزی و برای بخت گشایی و و برای خیلی از بیماری های خاص و نمیدونم مشکلاتی که مثلا برای انسان پیش میاد حوادثی که پیش میاد بیماری وبا و مثل همین بیماری که الان هست حفاظت میکنه انسانو به جز اینها خیلی از خواص دیگه هست که حالا ما یه لیستی مثلا 80 90 تایی هست دوستان بعضی دیدن خاصیتش نوشته شده یه چیزی که وجود داره سرچ بزنن که در دسترس هست دیگه آره مثلا. تو اینترنت هم میتونن سرچ کنن خواص هرز آره. کبیر امام جوادانی سلام میتونن خواصش رو ببینن ولی یه نکته که خیلی مهمه به باور قدیم و به باور بعضی از هرزها که هرز به نام شخص بود بله. یعنی وقتی میخواستن بنویسن مثلا در روایت بود هازل هرز لفلان ابن فلان درست شد؟ و بعد متنش میاد و ما مجبور بودیم وقتی که میخواستیم بنویسیم مثلا مثل هرز رزق روزی آقا امیر المومنی. خب این وقتی میخواد برای کسی نوشته بشه حضرت میفهمد که لفلان ابن فلان و فلان ابن فلان همینجوری اسم طرف چی میشه؟ حکیش. تکرار میشه. ما باید به جای این فلان ابن فلان بنویسیم مثلا مهدی ابن محمد حسین ابن مثلا تقی اسم طرف رو بیاریم توی اسم خب این خاص خود روایته، وقتی که روایت از ما خاصه ما هم مجبوریم وارد کنیم در مورد حرز کبیر امام جواد علیه السلام هم چیزی وجود نداره. نداره اون چیزی که باور خیلی از مردم هست متاسفانه از قدیم به خاطر حالا این که مردم میگفتن آقا مگه میشه هرز اسم نداشته باشه برای همین بعضی از این دعانویس ها و بعضی از این فروشنده ها آقا ما هرز رو به اسم شما می نویسیم در صورتی در مورد هرز منطورات هم چیزی وجود نداره, نداره. نکته مهمش اینه که کسی که صاحب هرز می خواهد بشود است که نماز هرز را می خونه. یعنی اون کاری که اون اسم میخواد بکنه این نماز برای شما میکنه لذا نماز باید خود طرف بخونه بله. تا صاحب حزب بشه در اوست احسن حالا طرف ممیز نیست بچه‌ش برای بچه‌ش میخواد هرزو بگیره طرف اصلا عقل زائل شده مثلا مجنونه میخوان براش هرزو یا محافظت بشه شخصی نمیتونه سواد نداره میخوانی کار میکنن میگن که ولیش وسیع شخصی که ازش نگهداری میکنه قیمش اون شخصی که حالا مراقبت ازش میکنه بهتره که اون شخص باشه مثلا پدرشه مادرشه همسرش شوهرش این اشخاص میتونن این نماز رو به نیابت از اون بخونن ولی نه اینکه طرف بگه آقا من خستم حالش ندارم چقدر میگیری نماز برا من بخونی تا خودش هست حق این که واگذار و همیست. ذکر خاصی رو هم داره در نمازش یا یعنی نمازش خاصه تقریبا یک ساعت و رب تا یک ساعت و نیم بس برای همینه بعضی آره موکل میکنن دیگران آره برای همینه که میسپارم میبایلا یک دوره که نماز ساده بود که خودشون میخوندن ولی خب ارزشش و تاثیرش در اینه که خود بله. حامله میگه کاری نداره نمازش مثلا ما قشنگ چیدیم نماز آماده کردیم تا موبایلش دستش میگیره همه آیا و سورار همه رو تایپ شده آماده با حرکات و با این که کدوم سوره اوله کدوم سوره دوم دقیق همه رو ذکر کردیم میتونه نشسته بخونه نماز مستحبی نیازی نیست وایسد بخونه میتونه نشسته بخونه خیلی راحت بشینه موبایلش بگیره دستش نماز رو بخونه و اینکه اگه طرف تنخون باشه میتونه تو 45 دقیقه بخونه من خودم تو 45 دقیقه 50 دقیقه مثلا برای خودم خونده ولی حالت عادی به یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشه تا نماز خونده بشه بسیار خیلی ممنون متشکرم بریم هست. دوستان به من اشاره بکنن چقدر زمان داریم خدا 7 8 دقیقه میتونیم الان موضوع خب در مورد موجود. بحث اسباب و علل که صحبت کردیم اسباب تولید سوء مزاج گرمو گفتیم که به درد کی میخورد به درد اشخاصی که وقتی تشخیص دادن مزاج خودشون رو و فهمیدن این مزاج مزاج گرمیه این علت رو اگر ازش پیشگیری بکنن باعث میشه که حداقل مزاجشون تشدید و غلبه نکنه م. که بخواد اذیتشون بکنه که در مورد صحبت کنیم حالا میریم سراغ سو مزاج سرد کسی که سرما تو بدن زیاده یعنی وقتی که اومده بررسی کرده نشانه ها رو دیده این بدن بدن سردی م. چی ایجاد سرما میکنه این نکته تو امروز خیلی مهمه همین یه نکته رو اگه عزیزان یاد بگیرن یه بحث هم علمی رو یاد گرفتن هم یه بحث پایه رو یاد گرفتن همین که برای درد در درمانشون میخوره. اگه خاطرتون باشه در اسباب و علل سوء مزاج گرم گفتیم حرکت معتدل یعنی طرف جنب و جوش داشته باشه باعث میشه حرارت بدنش بره بالا و گفتیم در رواتم هست کسی که مزاج صفرا داره بهتری که تو فصل گرم یا حتی غیر فصل گرم فعالیت زیادی انجام نکنه چون حرارتش بالاتر میره حالا در مورد سوء مزاج سرد میگن فعالیت و حرکت زیاد باعث سردی میشه چی میشه که حرکت زیاد شما هرچی بیشتر بدوید هرچی بیشتر ورزش بکنید که گرمتر میشید پس چرا حرکت خیلی زیاد و شدید سردی تولید میکنه شاید اون به خاطر افت فشار و حالا کنی... توان کمتر اه... حالا من دلیلش توضیح بدم میتونه خب سوال جالبی شد خود همه. آره حرکت خیلی زیاد دقیقا ایجاد سردی میکنه ایجاد سردی میکنه یعنی مخالف حال خودش نشون میده چطور مثل اگر طرف گرمی داشته باشی که خب گفتیم حرارت بالا میره نه تو همون شخصم تو همون شخصم اگه فعالیت زیاد بکنه مثلا یک ورزش کار کار سخت آره حالا نیا کنی اصلا رو من بیان بکنم چرا حرکت زیاد مخالف خودش اثر میکنه در صورت یه حرکت باید گرما ایجاد میکنه بدن برای اینکه بتونه حرکت بکنه باید انرژی بسوزونه یعنی از مواد مغذی خودش چربی ها پروتئین ها و تمام مواد مدنی که تو بدن وجود داره بدن با تغذیه ذخیره کرده تبدیل خون کرده تو بافت بدن آماده حاضر ماهیچه ها برای اینکه بسوزوننش حرکت میکنه این بدن یک مقداری مثل یه ماشین یه مقداری بنزین تو وجودش هست وقتی که حرکت خیلی شدید بشه تمام انرژی سوخته بشه دیگه حتی بدن برای تأمین گرمای داخلی خودش هم انرژی دیگه نداره نداره لذا میره رو به سردی سرد. اگه ببینید میگن آقا طرف ضعف کرد انقدر کار کرد می دست بدنش یخ کرد یخ کرد چرا انقدر تو کار میکنی که یخ کرد که ضعف کردی علت چیه؟ علت فعالیت زیاده پس میتونه فعالیت زیاد به دلیل سوخت و ساز زیاد بدن و هدر رفتن انرژی بدن باعث میشه که دیگه بدن برای ایجاد گرمای خودش هم انرژی لازم نداشته باشه, نداشته باشه. بالعکس خودش عمل میکنه پس یکی میتونه حرکت خیلی زیاد ایجاد سرما بکنه از اون طرف بی حرکتی زیاد هم ایجاد سرما میکنه طرف انقدر سوخت و سازش میاد پایین. پایین. که بدن اصلا سرد میشه دیگه مثل دست که مثلا اگر استکاک نداشته باشه اون گرمایی لازم بود دیگه نداره نداره به طبع کار نکردنه تنبلیه به سردی بیشتر بیشتر میگراید اونم میگه چون یه حرکت معتدل گرمایی ایجاد میکنه اگه شخص یه حرکت معتدل داشته باشه و مزاجی سرد باشه این کمکش میکنه برای همین برای کسایی که سرد مزاج هستن یک مقدار حرکت لازمه و همون علت لاغریشون میشه و همون باعث چربی بدنشون به حرکت بیفته و آب بشه و تبدیل بشه به خون و به درجه بعدی برسه چرا اینایی که ف... مثلا حالا حرارتی دارند و جزء گرم آدم های گرم هستن اگر فعالیت بکنند من های داستان اینکه خب حرارت کلی بدنشون بالا میره ولی توی این سیخت و سازه خیلی تغییری براشون ایجاد نمیکنه میکنه چون جنس چاقی اونا از گرماست وقتی جنس چاقی از گرما باشه ایجا گرما نمیتونه از بین ببرتش مگر اینکه اون هم بره به اینقدر بالا به خاکستر در آره خب اون وقت اون ایجاد مریضی میکنه لاغرش میکنه ولی با پادرد و کمردرد و مشکلات ذهنی و روحی و و, و هزاران مشکل دیگه وقتی که حراره وقتی که چاقی تو بدن از سرما تولید شده باشه میشه چربی چربی وقتی حرارت میدیم چی میشه آب میشه آب میشه. پس وقتی من میام به چربی چکم و پهلو و بازو و ران خودم حرارت میدم حرکت میکنم این هم یواش آب میشه و از پوست من خارج میشه و یه سرش هم داخل بدن جذب میشه ولی اگر چربی نباشد و جنس چاقی و من بسنم. از گوشت و ماهیچه باشه این حرارت باعث ساختش میشه چون ما گفتیم حرارت و رطوبت گوشت تولید میکنه بلی. دم بلی. خب همین باعث میشه که طرف عضلات بیشتری داشته باشه حالا اگه عضلاتش فرم نداشته باشه یه چاقی زشتی ولی خب همینا ورزشکارا بهش فرم میدن یعنی با ورزش درست اون ماییچه رو سر جای خودش و درست می‌بینی بازوهای بزرگی داره مثلا رون پا پشت پا چه میدونم جایی که تو بدن خودشون کنترلش میکنن با ورزش بسیار با... اون چاقی رو ما با آوردن کم کردن حرارت میتونیم کنترلش بکنیم ولی همه رو... جنس پوشتی رو ولی از جنس اصلا. چربی رو اتفاقا نیاز داره که بتونه یه تحرک شد. داشته باشه تا اینکه هر وقت بره بالا و خب مورد بعدی دوباره به همین برمیگرده بگیم اگر که مقطعی مبحثی تمامه آره، نگهش داریم دیگه تا آره. اینو بگم چون دوران از اول توضیح بدیم <تصفح> 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 یک مورد دیگه حرکت زیاد گفتیم سردی ایجاد میکنه حرکت کم هم سردی ایجاد می‌کنه. میکنه کم خوری سردی ایجاد میکنه طرف بسیار غذای کمی مصرف میکنه انرژی لازم به بدنش نمیرسه و از اون, پرخوری. اون طرف پرخوری طرف که خوب داره میخوره باید بدنش گرم باشه ولی چرا سرده؟ علت سردیش اینه که وقتی که غذا زیاد میخوره بدن باید انرژی زیادی برای حزم این غذا مصرف میکنه تا دوباره. این غذا تا این غذا هضم نشده و هنوز تبدیل به انرژی نشده به انرژی امید. بدن تمام میشه زورش به هضم این همه غذا نمیرس. نمیرسه. لذا بدنش افت فشار پیدا میکنه و میونه تو معدش میمونه دل درد میکنه و خیلی وقتا مجبور که اون غذا رو برگردونه تا اینکه حالش به حالت بسیار متشکرم خیلی ممنونم از جناب آقای رضوی و تک تک شما دوستان که با ما همراه بودید یه فاصله کوتاه تقدیم شما بکنیم برگردیم و دقایق پایانی رو با هم همراه بشیم و شما رو دعوت بکنیم به شنیدن صدای زیبای نظام الله الرحمن الرحيم اللهم كل بلي الحجة الحسن صلواتك في كل وليا وحافظا وقائدا من حتى تسكنه <تسجد> أرضك تماما وتمتعه <تسجد> فيها تهيلا برحمتك يا أرحم خدا رو شکر من یه روایت رو در بخش پایانی برنامه امروز تقدیم شما میکنم در بهار الانوار از حضرت جواد علیه السلام و خیلی هم برای این روزهای ما که درگیر فضای مجازی و لایک زدن ها و تایید کردن ها و پسندیدن و نپسندیدن ها درگیر هستیم حضرت جواد علیه السلام میفرمایند هر کسی که در کار زشت دیگران رضایتی را داشته باشد در عمل زشت اونها و در عقاب اونها شریک خواهد بود یعنی اگر که در فضای مجازی امروز انستگرام، تلگرام، واتساپ یا جای دیگه کسانی که مثلا خلاف بر عرف عمل میکنند بیهجاب ها خرابکاری ها و امثال این ها حالا اینها به حسب مثال شما خود تأمین بدهید به خیلی موارد بالاتر یک لایک like زدی علامت رضایت من پسندیدم این کار تو رو این بیهجابی رو مثلا قبول کردم بدان در این عمل تو هم شریک خواهی بود حرف من باز دوباره نیست و وجود نازنین آقا جوادالعیمه علیه السلام امامی که 25 سال از عمر شریفشان بیشتر در این دنیا نبودند درست است جناب آقای رضوی هم فرمودند حالا این مطالب هم در کتب تاریخی آمده حدودا 7 -8 ساله 6 7 ساله تو همین رنج سنی حضرت جواد علیه السلام پس از شهادت پدر توسط معمون به امامت میرسند ولیکن بیان وقتی بیان امام هست پر از مطالب مفید و گهروار و دروار به منو شما میرسه ببینید حضرت اون زمانی حرف رو زدن اینی که ما میگیم جنس کلام امام معصوم جنس حیات جنس زندگی است همیشه مثل حرف روزه الان این روایت رو عربیش رو هم برای شما اگر بخوام از روی این تبلتم بخونم میفرماید من استحسن قبیهن کان شریکن فی به حال الانوار جلد 75 صفحه 82 هر که کار زشتی را تحسین و تایید کند در اقاب آن شریک خواهد بود حواسمون رو جمع بکنیم دقایق پایانی بخش اول برنامه است قرآن و اذان منتظریم وجودمون رو معطر بکنیم التماس دعا